در طرح مسئله جبر و اختیار عرض شد که این مطلب به دو صورت و از دو لحاظ قابل بحثه، به دو عنوان قابل طرحه. یکی جبر به عنوان تقدیر، به عنوان اقتضای مشیت خدا یا غلبه اراده خدا، و به این عنوان که در مقابل قدرت او، در مقابل اراده او، انسان عامل مستقلی محسوب نیست یا کاری از او بر نمی آید، هر چی می کند به عنوان آلت اجراست، به عنوان معبر است، به عنوان وسیله عبور فعل است، نه چیز دیگر. یکی به این عنوان اصطلاح اروپاییش فاتالیسمه. یکی دیگر جبر به عنوان ضرورت ترتب معلول بر علت یا به عنوان موجبیت یا به عنوان جبر علمی، چنان که اصطلاح شده که لفظ اروپاییش دترمینیسمه. ما از بحث اول گذشتیم، نمیخوام ارسونم فارغ شدیم، برای اینکه بحثی نیست که به این آسانی بتوان از اون فارغ شد. ناگزیر اکتفا کردیم به اون چه گفته شد و فراخور حوصله این مباحث بود و گذشتیم. و اینک چند کلمه هم باید راجع به جبر و معنی دوم اون حرف بزنیم. جبر به این معنا یعنی دترمینیسم مورد اعتقاد بسیاری از فلاسفه است، از قدیم و جدید و معاصر، و البته مخالفین بسیاری هم داشته. اصولا در یونان بنابر جریان جبری امور بوده در عالم، بنابر ضرورت بوده در وقوع حوادث. گذشته از بعضی از مستثنیات که در عقاید بعضی از حکمای بزرگ میبینیم، اصولا اساس این بوده است که وقوع امور یه جریان ضروری داره در عالم. البته بعداً به مناسبت غلبه ادیان در قرون وسطا این فکر تعدیل شده، تخفیف پیدا کرده، صحبت از اختیار و مشیت و اراده به میان آمده، چه در مورد خدا چه در مورد انسان. این که عرض کردم چه در مورد خدا و چه در مورد انسان، چون دترمینیسم مستلزم این است که اگر کسی معتقد به وجود خدا باشه، یعنی از فلسفه اسپیریتوالیست کسانی دترمینیست باشند، اونها هم ناگزیر باید بگویند که اراده خدا به نحو ضروری و به صورت غیر قابل تغییر به مشیت او و به اراده او به طور ثابت با نظم ازلی غیر قابل تخلف حتی به مشیت خود خدا انجام میپذیرد، و چه اراده و مشیت انسان که اون هم تأثیری در جریان ضروری امور ندارد به موجب اعتقاد به جبر. اما در قرون وسطا به مناسبت معتقدات دینی این امر، این اعتقاد تخفیف پیدا کرد و محلی برای ورود اختیار در جریان ضروری حوادث عالم قائل شدند فلاسفه. در قرون جدید هم معتقد به جبر، به جبر علمی، به ضرورت وقوع حوادث بسیار زیاد است و با مشربهای مختلف هم فلاسفه در این معنا وارد شد. ما فیلسوف ایدئالیست داریم که قائل به جبر، قائل به ضرورت مطلقه برای وقوع حوادثه، مثل هگل که نه تنها اختیار رو منکره بلکه حتی شخصیت فرد رو هم به نحوی تأویل میکند به جریان ضروری وقوع حوادث به نحو عمومی. در بین معتقدین به جبر فیلسوفان ماتریالیست داریم، مثل همه فلاسفه‌ای که قائل به ماتریالیسم دیالکتیک هستن،
که از جمله اصولش اعتقاد به جبر علمی است، از جمله مبادی اون نفی اختیار است در انسان. و باز در بین معتقدین به جبر فیلسوف پانتئیست، یعنی قائل به وحدت وجود داریم، مثل اسپینوزا که باز قائل به ضرورت مطلقه است در حوادث عالم. البته این که عرض کردم این فلاسفه قائل به جبر و قائل به ضرورت هستند، به اون معنا نیست که اختیار رو به نحوی وارد کار نکرده باشند، اما در واقع بحثی که از اختیار میکنند برای تأویل اختیار است به ضرورت. یعنی به این معنا که میخوان بگن اون که شما اختیار مینامید در جریان ضروری وقوع حوادث این محل رو دارد، یعنی در واقع اون هم یکی از اجزاء این سلسله است که به حکم روابط ضروری علت و معلولی به هم دیگر پیوسته است. پس جای اون دارد که ما درباره جبر به این معنا، جبر علمی، یه مطلب مختصری ادا بکنیم. ببینیم معتقدین به جبر چی میگویند. معتقدین به جبر یا دترمینیست ها میگویند حوادث عالم موجب است. موجب رو وقتی تلفظ میکنیم به فتح جیم است، به صیغه اسم مفعول از باب افعال. موجب یعنی ایجاب شده، ایجاب یعنی واجب آوردن، ضرورت بخشیدن. موجب یعنی واجب آورده شده، ایجاب شده. به همین سبب اصل دترمینیسم رو به فارسی اصل موجبیت میگوییم. حوادث موجب است. یعنی چی موجبه؟ یعنی هر حادثه ای به حکم حادثه دیگر ایجاب شده و اون حادثه هم به حکم حادثه ی حوادث دیگر ایجاب شده. البته حادثه ایجاب کننده رو علت میگویند و حادثه ایجاب شده رو معلول میگویند و رابطه علت و معلول یه رابطه عام ضروری غیر قابل تخلفه و دایر مدار عالمه، چه این عالم عالم جمادی باشه، چه این عالم عالم نباتی باشه، یا چه بحث ما از حیوان باشه یا از انسان باشه، فرق نمی کنه. یعنی اهم از این که ماده بی جان رو در نظر بگیریم یا حیات رو در نظر بگیریم یا حس رو در نظر بگیریم یا شعور رو در نظر بگیریم، در همه این مراحل به هر صورت اصل موجبیت حاکم. هر حادثه ای ایجاب شده است از طرف حادثه ای دیگر یا حوادث دیگر، حوادثی که مقدم بر اونها یا محیط بر اونهاست. و البته به عقیده بعضی از این علما حوادث ما بعد هم، یعنی اونهایی که بهش معلول میگیم، هم به نوبت خود در حوادث ما قبل تأثیر میکن، اثر میبخشد. البته وقتی کسی این طور بگوید، یعنی به این معنا قائل به جبر باشد، بهتر بگیم قائل به ضرورت وقوع امور باشد، چون وقتی جبر میگیم یه مفهومش این است که چیزی مجبور میکند طبیعت رو یا ما رو یا عالم رو. و البته این ناگزیریه که جنبه متافیزیک پیدا میکنه و برمیگرده به جبر معنی اولش. پس بهتر است بگوییم ضرورت وقوع امور. وقتی به این معنی ما قائل به ضرورت وقوع امور هستیم، سه تا مفهوم بی مفهوم می شود، یا سه کلمه است که معنی خودش را از دست می دهد، دیگه جایی برای اونها نیست. یکی از اینها امکانه. امکان به این معنی که بعضی اوقات میگیم ممکن است اینطور بشود و ممکن است اینطور نشود. امکان داره که واقع بشه و امکان میبرد و دیانت بهایی نمیخواهد تزیید بشود. اون چه وجهه نظر دارد این است که توجه میکند به تألیف قلوب، به تحبیب اشخاص، به تقریب وجدان‌ها به همدیگر،
به تهذیب اخلاق، به بسط تعالیم عمومی انسانی، به توجه به اون جنبه وحدت و ائتلافی که در بین اقسام طبقات نوع بشر وجود دارد، به نزدیک کردن دلهای مردم به هم دیگر و پیوند دادن جانهای نوع بشر به هم دیگر. وقتی این منظور حاصل شد، خود به خود مصالحی در اختیار دارد که با اون مصالح میتواند کاخ سعادت نوع بشر رو به نحو مطمئن و مستحکم بنا بکن. اینن مثل کسی که میخواد بنا رفیعی رو برافرازد، اما در اون بنای رفیع استفاده میکنه از مصالح بد، از مصالح سست، از مصالح شکننده، از مصالح غیر متناسب با نقشه اون ساختمان، البته محکوم فرو ریختنه. اگر هم به آخر برسد باز فرو خواهد ریخت، ضایع خواهد شد، از میان خواهد رفت. دیانتی که هدف اون وحدت عالم انسانی است، هدف اون محبت و الفته، هدف اون توجه فضایل اخلاقه، اگر بخواهد اشخاص رو به صورتی در بیاورد که باک از تزدیع شدنشون در راه رقابت، در راه توطئه، در راه بندوبست، در راه تنازع حیاتی نداشته باشه، اون وقت هرگز از بنایی که میخواهد برافرازد، هدفی رو که در نظر دارد برآورده نمی کند، به دست نمی آورد و می پیوندد به همه مرام هایی که تا حالا در دنیا به وجود آمدند، هدفی داشتن، منظوری داشتن و سرانجام هم به اون هدف یا به اون منظور نرسیدن. در اینجا جای سوال است و این سوال رو کردن محبا و از مرکز امر هم جواب شنیدن. اون سوال این است که پس تکلیف امور سیاسی عالم چه میتواند باشد؟ امور سیاسی اموری است که نمیتوان صرف نظر کرد از اون. تکلیف امور سیاسی عالم چیست؟ مرکز امر الهی در این مورد فرموده است، توجه داده است احبا رو به بیانی از حضرت ولی امر الله که بر اساس تعلیمات قلم اعلا و در تبیین این تعلیمات صادر شده، و اون این که در عالم دو حرکت وجود دارد، یکی حرکت باطنی ذاتی جوهری که خود عالم می کند و یکی حرکت ارادی تبلیغی احبای الهی برای خدمت به عالم انسان. یعنی به این معنا که هم اکنون یه حرکتی جامعه بهایی به اراده و به قصد تنفیذ تعالیم از بهاءالله می کند، انجام می دهد برای اینکه عالم رو برساند به طرف هدف خودش، یعنی وحدت عالم انسانی، و از طرف دیگر یه حرکتی هم به طور طبیعی و قهری به اقتضای روابط ضروری منبعث از حقایق اشیا در این زمینه جاری است در عالم، که اون به طور طبیعی واقع می شود. اون حرکت یعنی عالم می رود به اون سو از هر لحاظ با همه قوایی که در کمون اون موضوع است. البته این دو مفهوم که عرض کردم اعتبارش از دست میده، یعنی مفهوم امکان و مفهوم تصادف، به یک معنی دیگر محفوظ میمانند، یعنی هم از امکان صحبت میکنند هم از تصادف صحبت میکنند، به خودشون حق صحبت کردن میدهند، منتها معنی دیگری از اونها اراده میکنند. وقتی میگن ممکنه این کار واقع بشه، در واقع اصل منظور این است که تا اونجا که علم من، احاطه من، بصیرت من، اطلاع من اجازه میداده است که بر علل وقوع، بر شرایط وقوع، بر اون چه مقدم بر این حادثه یا مقارن با این حادثه اتفاق افتاده آگاه بشدم، این درجه از علم و اطلاع من اقتضا می کند که بگویم این کار واقع خواهد شد
منتها من اینقدر بصیر نیستم به این حادثه و همه ی حوادثه محیط بر اون یا مقدم بر اون که بتونم به طور دقیق بگویم که در فلان مکان در فلان زمان به این صورت با این کیفیت واقع خواهد شد، چون همه ی امور و حوادث رو نمیتونم بدونم، نمیتونم محیط باشم یا هنوز نمیتونم بهش محیط باشم، به همین جهت میگم ممکنه واقع بشه. پس امکان به این معنیه، اشکال نداره بگیم ممکنه، منتها به شرط این که قصدمون همین باشه، یعنی اونچه امروز با وضع کنونی علم و احاطه و اطلاع من ممکنه، اگر در وضع دیگری بودم که علم و اطلاع و بصیرت و آگاهی و شمول فکری و علمی من بر این حادثه و حوادث محیط بر اون زیادتر از این بود، یا حتی به درجه می رسید که قطعیت پیدا می کرد، میتونستم بگم از هر جهت احاطه پیدا کردم، اون وقت لازم بود، واجب بود، ضروری بود. پس در واقع معنی امکان عوض می شود و به این صورت در میاد. همینطور معنی تصادف، ما حق داریم به جبر علمی قائل بشویم و از تصادف هم حرف بزنیم، منتها باید ببینیم تصادف به چه معنی است. تصادف به اون معنی که بگیم علت نداشت که واقع شد غلط. به یک معنی دیگر ما تصادف را به کار میبریم، به این معنا که میگوییم تصادف اتصال دو سلسله از علل است در حلقه واحدی با هم دیگر، که وقتی ما خودمون در یکی از این دو سلسله واقع باشیم، پیش بینی و اون چه در سلسله دیگر رخ میداده است برامون امکان نداره در شرایط حاضر. این میشه تصادف. مثال عادیش که از قدیم الایام زده شده، از یونان زده شده و بعد به فلسفه قرون وسطا رسیده، این است که من امروز برای خریدن جنسی که در بازار لازم داشتم را میفتم و میروم به طرف بازار، به طرف راسته مخصوصی در بازار و به طرف دکان مخصوصی در اون راسته که در نظر دارم. البته همه ی حرکات من برای وصول به اون مقصدی که در نظر دارم تنظیم شده است، ایجاب شده است و قطعیت داره و قابل پیش بینیه از طرف خودم. اما البته ممکن است وقتی من به بازار می روم برای خرید اون جنس، ضمناً تصادف بکنم با کسی که مدیون است به من، مغروز است به من و سالهای سال است که او رو ندیدم، و در اونجا او رو هم ببینم و او هم به یاد بیاورد قرضی رو که به من دارد و اون قرض رو هم بپردازد، تا به این ترتیب دو مقصود از دفتر من حاصل شده باشه، یکی مقصود به ذات خودم بود و دیگری مقصود به تبعی که بدونی که بخوام حاصل شد. در اینجاست ما میگیم رفته بودم بازار جنس بخرم، فلان جنس رو بخرم، تصادفاً فلان شخص رو دیدم و قرض من وصول کردم، طلبم وصول کردم، تصادفاً دیدم. این تصادف یعنی چی؟ ببینید، رفتن من به بازار یه علتی ایجاب کرده، پس علت داشته و ایجاب شده بوده. آمدن او رو هم به بازار یه علتی ایجاب کرده، اونم باز نمیتونیم بگیم بدون علته. اما برخورد این دو سلسله از علل با همدیگر در این نقطه معین، تلاقی این دو سلسله از علل با همدیگر در این نقطه معین، اون یه تصادفه، اون میگیم تصادف. که در یکی از این دو سلسله پیشبینی علل و حوادثی که در سلسله دیگر واقع میشود امکان نداره. یعنی که میگم تصادفاً دیدم، منظورم این باشد که من به این قصد اونجا رفته بودم و او هم به قصد دیگری که برای من قابل پیشبینی نبود آمده بود و این دوتا با هم برخورد. نه او میتوانست پیشبینی بکند که چه حوادثی من اون روز میکشاند به بازار، چون یه پیشبینی میکرد احتمالاشی نیارست با اینکه قدرشاند، و نه من میتونستم پیشبینی بکنم که او در این موقع خواهد آمد بازار، و الله همون هم مقصود به ذات من قرار می گرفت. پس به این طریق تصادف معنیش عوض می شود، نوع دیگری تعبیر می شود، یعنی باز تأویل می شود به اصل جبر علمی و اصل موجبیت، محل خودش رو در جبر علمی پیدا می کنه.
یکی دیگه از این مفاهیم که بی معنی می شود دیگه نمی توان به اون قائل شد، اصل اختیار، مفهوم اختیار. یعنی کسی که قائل به جبر است، قائل به ضرورت وقوع حوادث است، قائل به ترتب معلول بر علت است، یه همچو کسی نمیتونه قائل به اختیار باشه. چرا؟ برای اینکه انسان رو هم یکی از حلقه های سلسله موجودات میداند، احوال او رو هم یکی از اجزاء ماشین عالم می‌داند. بنابراین اون چه هم که در انسان می‌گذرد و عقیده او تابع همین سلسله علت و معلول است، تابع ارتباط ضروری حوادث و اشیا با هم دیگر. پس وقتی این طوره دیگه چه معنی داره که ما در انسان قائل به اختیار باشیم؟ برای اینکه بحث بیشتری بتوانیم بکنیم در این باره، اجازه فرمید به عللی که میگویند در زندگی انسان مؤثره و افعال و احوال او رو ایجاب میکند که واقع بشود و به طرز معینی هم واقع بشود، کیفیت مشخصی هم داشته باشد، به این علل اشاره بکنیم. یکی از این علل وراثت. وراثت به چه معنی؟ به این معنی که انسان یه سلیه ارگانیسمی رو، یه ساختمان مزاجی و بدنی خاصی رو وقتی که از مادر میزاید، زاده میشود، از پدرش، از مادرش و از نیاکانش به ترتیب قواعد ژنتیک به ارث میبره. مثل اینکه یه ماشینی از کارخونه بیرون اومده و چنانچه در کارخانه ساخته شده است کار خواهد کرد. شما یه موجودی رو میبینید بیرون افتاد، قدم به عالم طبیعت نهاد، در حالی که در کارخانه ای ساخته شده که این کارخانه به حکم قواعدی کار میکرده تا حالا از نسلی به نسل دیگر منتقل میشده بر طبق قواعد ارث، تا اینکه این مزاج با این ترکیب معین که از صدها و هزارها و میلیونها نفر رشته هایی به پیوسته، یه همچه ترکیب وجود آمده و رها شده به عالم. بنابراین ارگانیسم ساخته و پرداخته و آمادهی تحویل طبیعت شد و البته این ارگانیسم با همه خصوصیات خودش یه چیزایی رو ایجاب میکنه. یه همچه کسی ملزم است که چشم سبز داشته باشد، در اختیار اون نیست که چشمش سیاه باشد. یه همچه کسی ملزم است که قد کوتاه داشته باشد، در اختیار او نیست که بلند قد باشد. یه همچه کسی ملزم است که ساختمان مغزی و دماغی به خصوصی داشته باشد، در اختیار او نیست که این ساختمان دماغی رو عوض بکند. یه همچه کسی ملزم است که قدرت ترشح کننده داخلی خودش رو به طرز معینی بپذیرد، نمیتواند جز اون رو آرزو کنم که داشته باشه. جنبه ارثی که البته جنبه بدنی داره، منتها چون یکی از اجزاء دستگاه بدن سلسله اعصاب و مراکز اعصاب است و قدرت رشد کننده داخلی است و چند دستگاه دیگر است که ارتباط داره با احوال روحی انسان، با حرکات روانی انسان، از همین طریق جنبه روانی هم پیدا میکنه، جنبه روحی و عصبی هم پیدا می کنه. ساختمان ارثی. پس بنابراین انسان به حکم وراثت ملزم است، مجبور است که به طرز معینی باشه و تا اونجا که به اون طرز معین بودن اقتضا می کنه به طرز معینی هم عمل بکنه، به طرز معینی هم حالت داشته باشه، به طرز معینی هم رفتار داشته. و در اختیار اون نیست که خلاف اون یا خلاف اقتضای اون باشد یا به کار آورد یا در پیش بگیره. یکی دیگه از این عوامل محیطه، محیط زندگی.
البته در اهمیت نسبی این دامه، اینکه کدومی که مهمتره، کدومی که فرع دیگریه، بحث بسیار زیادی شده و در معرض اختلاف نظر قرار گرفته. بعضی از فلسفه ماتریالیست قائلن به اینکه وراثت معلول محیط خودش به عنوان علت و به عنوان عامل به حساب نمی، ولی بعضی دیگه به جد با این نظر مخالفن. ما فعلا در این بحث جاش نیست که وارد بشیم. اون چه مسلمه، یکی دیگه از عوامل جبری ضروری مؤثر در وقوع حتمی حوادث محیط، محیط زندگی هست. وقتی میگه محیط، اعم است از این که محیط طبیعی باشد، محیط جغرافیایی باشد. مثلا انسان در کوهستان به سر ببرد، در جنگل زاده شده باشد، در دشت باشد، در کویر باشد، در فرض فرمید که قاره افریقا باشد، در آسیا باشد، در اروپا باشد، در شمال اروپا باشه، در جنوب اروپا باشه، همه اینها در رنگ پوست مؤثره، در نمیدونم رنگ چشم مؤثره، در طول قد مؤثره، در خصائص طبیعی زیستی مؤثره، محیط جغرافیایی. یکی دیگه از اینها محیط اقتصادیه، که البته اون محیط اقتصادی هم میتواند هم جنبه طبیعی درش غالب باشه و هم جنبه اجتماعی درش غالب باشه. محیط اقتصادی از لحاظ جنبه طبیعی اون در نظر بگیریم، مثلا فرض فرمید کسی در جایی باشد که به نحو معینی غذا بخورد، به طرز معینی تغذیه بشه، یا به طرز معینی لباس بپوشد، به طرز معینی از وسایل مخابرات و مرابطات استفاده بکند، اکثر اوقات او به پیاده روی بگذرد یا اکثر با سواری بگذرد، به این سواری سواری دوچرخه باشد یا اتومبیل باشد یا کشتی باشد. البته این همش مثال است که میزنیم و این تأثیر اقتصادی ممکنه اجتماعی باشه. این محیط اقتصادی یعنی چی؟ یعنی به کسی که متولد میشود و به سر میبرد متعلق به کدام طبقه باشد و اون طبقه در اون مکان و در اون زمان در چه شرایطی باشه. این بچه که به دنیا میاد بچه کارگره یا بچه بورژواست یا بچه اعیانه، بچه فئوداله، مرفه یا فقیره، باید کار بکند یا اینکه باید بر اثر کار دیگران زندگی بکنم. محیط اقتصادی و ممر معاش او چی باشد، در کدوم محل، در کدوم حلقه از سلسله ادوار متوالی روابط تولیدی به سر برده باشد. یعنی آیا در زمانی و در مکانی به وجود آمده است که ابزار تولید در اختیار مولده، یا ابزار تولید در اختیار کسی دیگره و توزیع چگونه است و سهم او از توزیع ثروتی که به دست او خود او تولید می شود چیست و چگونه است و امثال این مسائل. یعنی وضع اقتصادی مکان و زمانی که او در اونجا متولد می شود و زندگی می کند و این تعیین کننده است برای رفتار او. یعنی کسی که در این شرایط وجود آمده، این شرایط ایجاب میکند که او احوالش این باشد، افعالش این باشد، حرکاتش این باشد. بنابراین از یک لحاظ هم اختیار او به این ترتیب محدود میشود، با شرایط محیط، چه محیط طبیعی چه محیط اقتصادی. یکی دیگه از اینها تربیته. البته تربیت رو هم به یک عنوان، کسانی که اصل به طور کلی محیط رو میگیرن، تربیت رو هم برمیگردونن به محیط، همونطور که وراثت رو برمیگردونن به محیط، ولی کسانی دیگه اینطور نمی کنن. به هر صورت یکی دیگه از این عوامل هم تربیت. تربیت هم میتواند تأثیرش غیر مستقیم باشد، میتواند مستقیم باشد. تربیت به واسطه، تربیت غیر مستقیم و تربیت مستقیم و بی واسطه.
یعنی تربیت به قصد تربیت و تربیتی که نه به قصد بلکه به طور طبیعی و بدون این که قصدی در میان باشد انجام میگیرد. طفلی که به دنیا میاد و بزرگ میشود در معرض یک سلسله عوامل تربیتی غیر مستقیم قهرن قرار میگیرد. یعنی چی؟ یعنی در محیط خانوادگی او نزاع و جدال حاکمه، که شأن درندگان عرض است بر علیه ما حاکم. پدر و مادر دائم با هم دیگر در حکم موش و گربه، مدام با هم میپرند، مدام با هم دعوا میکنند، مدام با هم جدال میکنند. یکی به دیگری نفرین میکنه، اون یکی هم به این فحش میده. یکی میزنه، دیگری جیغ میکشه و در نتیجه بعد هم دیگری میگن، از دست هم ناله دارن، فریاد دارن. البته این یک تأثیر تربیتی غیر مستقیم است که این شخص به دنیا آمده شروع به زندگی کرده قهرن در معرض اونه، نمیتونه فارغ باشه و قهرن آثار از اون میپذیره و این آثار دیگه به اختیار خودش نیست که هر موقع بخواهد کنار بگذارد این آثار رو، یا خودش رو یا تبعات اونها رو. پس بنابراین مجبور است که به نحو معینی باشه از لحاظ احوال و افعال و حرکات، تا اونجا که ارتباط داره به تأثیر طبیعی و غیر مستقیم این جدال و نزاع دائمی. یا فرض فرمید کسی در خانه به دنیا آمده است که در اونجا شبها 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یا بعضی وقت تا صبح بساط قمار برپاست. قمار رو به کسر تلفظ کردن برای اینکه ملا نقطی ها ایراد نگیرن، ولی خب میدونید که میشود هم به ذم خودش به اعتبار مفهوم طریقه متداول بیان کرد، ادا کرد. بساط قمار برپاست در اون مجلس، پشت میز قمار، اصطلاحاتش، حرکاتش، لوازمش، نتایجش، همه اینها در مقابل چشم او انجام میگیره. چگونه ممکنه تأثیر درش نکنه؟ یا فرض فرمید در محیطی زندگی میکند که فساد اخلاق برش حاکمه، اینها رو نمیتوان به کنار گذاشت و نادیده گرفت و همه اینها تعیین میکنه طرز رفتار و حرکات و افعال و احوال این طفل رو، که بعداً بناست شخص رشید و بالغ و عاقلی بشود در همون محیط به سر ببرد. یا تأثیر کوچه، همبازی ها، تأثیر مدرسه، تأثیر غیر مستقیمش، هم درس ها، تأثیر خیابون، تأثیر طبقه‌ای که بر او محیطند، او در میان را به سر میبره، یا تأثیر وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دینی حاکم بر ملک و ملت در اون زمان به خصوص. همه این که بچه‌ای که در ایتالیای امروز یا در اسپانیای امروز دنیا میاد قهرن کاتولیکه، بدون این که کسی بخواهد او رو کاتولیک به بار بیاورد. تأثیر قهری و جبری و قطعی حوادث به عنوان آثار محیط تربیتی غیر مستقیم. البته در مقابل همه این تأثیرات غیر مستقیم، تأثیر تربیت مستقیم هم وجود داره، یعنی تربیتی که پدر یا مادر به قصد تربیت انجام میدهن، تربیتی که مربیان و کودکستان انجام میدهن، تربیتی که آموزگاران دبستان انجام میدهن، تربیتی که دبیران دبیرستان انجام میدهن، تربیتی که استادان دانشگاه انجام میدهن. البته تأثیر کتاب ها، فیلم ها، رادیو ها، تلویزیون ها، روزنامه ها، مجله ها، همه اینا هم میرود جز همین عوامل تربیتی غیر مستقیم یا مستقیم. پس ملاحظه میفرمید که کسی که چشم به دنیا میگشاید، حتی قبل از این چشم به دنیا بگشاید، تحت تأثیر عوامل قهری، ضروری، جبری است که بر او حکومت میکند و کرده و خواهد کرد، اما از عوامل ارثی یا محیطی یا تربیتی. بنابراین
در یک همچو وضعی وقتی قرار میگیره انسان، بیگمان غلط هست اگر صحبت از این بکند که من به اختیار خودم اینطور هستم. بیگمان غلط هست یا ظلم هست که دیگران درباره او بگوین که خودش خواست اینطور بشود و شد. نخیر، وقتی اینقدر عوامل قاهر است، غالب است، خادر است، محیط است، دیگه محلی برای مختار بودن او نمیگذارد که بماند. با این توضیح معلوم میشود که چگونه به چه ترتیب معتقدین به جبر انسان رو مجبور میدانند، یعنی جبر علمی. حالا چرا جبر علمی بهش گفته میشود؟ برای اینکه صحبت از رابطه علیت در میان است، صحبت از پیدا کردن علل حوادث در میان است، و علم چیزی نیست جز مجموعه قوانین لامعلولی. فیزیک علمه. چه می کند؟ مجموعه ترتیب می دهد از قوانین لامعلولی در بین فنومن هایی از نوع مخصوص. یا بیولوژی علم است. چه کار می کند؟ قوانین، مجموعه قوانین ترتیب می دهد از روابط لامعلولی در بین حوادث زیستی. یا روانشناسی علم است. چرا علم است؟ بلکه مجموعه ترکیب می دهد از روابط علت و معلولی در بین حوادث روانی یا روانی زیستی یا روانی فیزیکی و امثال ذلک. پس ملاحظه می فرمید که به چه مناسبت این جبر را جبر علمی می گویند. وقتی همه چیز ایجاب شده است از طرف علل، بنابراین با شناختن علل است که میتوان به این قوانین پی برد، و شناختن علل حوادث هم در علوم انجام میگیرد. پس به این ترتیب علم که مجموعه قوانین علت و معلولی است، این ضرورت رو به ما تحمیل میکنه که قبول بکنیم. به حکم علم بر ما حمل میشود قبول همچو ضرورتی. اما محلی که برای اختیار در این میان وجود دارد چیست؟ قبل از اینکه اشاره به این امر بکنم، بهتر است یه شبهه رو رفع بکنم. و اون شبهه این است که از توضیحی که در مورد جبر علمی عرض کردم، ممکن است این تصور حاصل بشود که یک همچو جبری رو حتما باید حکمای ماتریالیست داشته باشند. برای اینکه بحث در علل و عواملی است که مطالعه اونها در عالم طبیعت صورت میگیرد و جنبه متافیزیک ندارد و از شؤون ماده است این احوال و حوادث. البته تا حدودی هم اینطور هست، اما از هر لحاظ اینطور نیست. یعنی فلسفه ایدئالیست هم، فلسفه پانتئیست هم هستند، به طوری که اشاره کردم به اسامی بعضیاشون که قائل به جبر هستند، قائل به ضرورت وقوع حوادث و امور هستند. منتها ایدئالیست قائل به جبر مثل هگل میگوید که قوانینی حاکم است بر عالم که همه چیز بر طبق اون قوانین حاکم بر عالم واقع میشود، و اون قوانین اقتضای ایده هاست، اقتضای معانی است. یعنی در واقع فرق این دو طرز تفکر این است که فیلسوف ماتریالیستی قائل به جبره میگوید ماده به ضرورت باید چنین باشد که هست، اما فیلسوف ایدئالیست میگوید حالا که ماده به ضرورت چنین است، چنین باید باشد که هست، پس اون چه حاکم است بر ماده قانونه، یعنی فکره، یعنی ایده است. یعنی در واقع ماده است که تابع قانونه، تابع رابطه است، رابطه ضروریه، تابع فکره. ولی جبر در ماده بی جان مفهوم پیدا نمی کنه. یعنی اصل ایده است، چون میگه ماده تابع قانونه و قانون هم یه رابطه عمومی عقلیه، پس اصل ایده و اصل جنبه معقول عالم است که این قوانین نشون دهنده اون جنبه معقول. البته ما کاری به این جدال نداریم که کدومی که درست از این دوتا،
یعنی کار داریم ولی در این مجلس، برای اینکه از موضوع بحث ما خارجه. اون چی میخوایم عرض بکنیم این است که این فیلسوف ایدئالیست هم به این صورت وقتی قوانینی رو حاکم بر عالم میبیند، عالم رو معقول میداند، وقوع و حوادث رو در عالم به حکم عقل ضروری میبیند، هم عقل است که عالم رو ایجاب میکند که به این صورت باشد و هم عقل است که اون رو تشخیص میدهد، بنابراین عالم یه جریان ضروری حتمی معقول دارد، یا به اصطلاح خود هگل موجود معقول است و معقول موجود است، منعکس میشود این قضیه، هر موجودی معقوله، معقول است یعنی بر طبق یک قانون کلی غیر قابل تخلف انجام میپذیرد که عقل اون قانون رو تشخیص میدهد، و هر معقولی هم موجوده، یعنی وقتی به حکم قانون عقلی غیر قابل تخلف چیزی اختزا شد حتما موجودیت پیدا میکنه، و اختزا نشد موجودیت پیدا نمیکنه، موجود معقوله، معقول موجود. خلاصه به نظر فلسفه ایدئالیستی مثل هگل، عالم در مرحله طبیعت، در مرحله ما قبل طبیعت، در مرحله یعنی عرض کردم ایدهی که هنوز تجسم پیدا نکرده، یا در مرحله طبیعت یعنی ایدهی که تجسم پیدا کرده، یا در مرحله روح یعنی ایدهی که از این تجسم خودش رو آزاد کرده، در آورده، فارغ شده، در هر سه مرحله ضرورت حاکمه. حوادث چون معقوله به حکم قانون عقلی به نحو ضروری اتفاق میفته، جز اون چه اتفاق افتاده ممکن نیست اتفاق بیفته، ممکن نیست اتفاق افتاده باشه. به قول خیام ما، هر چیز که هست اون چنون میباید، و اون چیز که آن چنان نمیباید نیست. هر چیزی به اون صورتی که باید باشه هست، و به صورتی که نیست در واقع هم نمیباید باشه. این خلاصه بیان ایدئالیستیه، عقیده به جبره. البته این شامل تاریخ هم می شود، شامل حوادث تاریخی هم می شود، یکم تو جبری، یعنی چون همه چیز از ماده بی جان تا انسان گرفته در معرض یکم تو جبریست، یعنی هر موجودی اهم از اینکه در هر کدام از این مراحل باشه معقوله، و هر معقولی ناگزیر در یکی از این مراحل موجودیت پیدا کرده یا پیدا میکنه یا پیدا خواهد کرد، پس به این ترتیب ما نمیتونیم تاریخ رو هم که یکی از جنبه های زندگی انسانه فارغ از این قاعده بدانیم. بر تاریخ هم حاکم این جبر، جبر تاریخی هگل، که بعداً در آراء شاگردان چپ یعنی شاگردان ماتریالیست هگل هم وارد می شود و جنبه خاصی پیدا می کنه. جبر تاریخی هگل یعنی چی؟ جبر تاریخی هگل یعنی اگر امروز یا 50 سال پیش شخصیتی در فلان نقطه عالم ظاهر شد که فلان کارها رو کرد، نباید تصور کنیم که این شخصیت به حکم خودش یا به اختیار خودش یا به اراده خودش چنان بوده است که بوده، و اگر میخواست میتوانست جز اون باشد که بوده. نه، این درست نیست. حوادث او رو در وضعی قرار میدهد، در حالی قرار میدهد که ناگزیر به همون صورت باید باشد که بوده. یعنی در واقع تاریخ هست که شخصیت رو میسازد، عکسش درست نیست، شخصیت تاریخ رو نمیسازد، چون به حسب ظاهر در تاریخ عقیده بر اینه که تاریخ رو احوال و افعال و اقوال شخصیت‌های بزرگ می‌سازد. تاریخ مجموعی است از اون چه اشخاص کرده اند، ولی به حکم این عقیده باید گفت اشخاص اجزایی از مجموعی هستند که تاریخ اونها رو ترتیب داده، تاریخ اونها رو خلق کرده، ایجاد کرده، و جز اون هم نمی‌تونستن باشن. منتها بعضی از این شخصیت ها قوی هستند، قادر هستند، قدرت بیشتری دارند. عیناً مثل این که در بدن انسان یک سلسله عروق که وجود داره از شریان و ورید و عروق شهریه، یکی از اینا مثلا شریان آورته،
از شرایین دیگر مهمتره، بزرگتره، کار بیشتری از مجرای اون انجام میگیره، ولی نه به اختیار خودش، بلکه در این ارگانیسم، در این ساختمان اون محلو داره که میبایست داشته باشه. در یه سیستم لوله کشی یه شاهلوله ما داریم، این شاهلوله البته آب بیشتری از اون رد میشود، اما نه به این مناسبت که خود لوله اراده کرده، اختیار کرده. در این سیستم یه شاهلوله هم لازم بوده. تاریخ هم از این شاهلوله ها دارد، از این شریان آورت ها دارد. ناپولئون ها، هیتلر ها، جول سزار ها، کوروش ها، این شخصیت ها، اهم از بد یا خوب، اهم از اون چه باز با حکم ضرورت بد تلقی شده یا خوب تلقی شده از احوالش و افعالشون، در حکم همین شاهلوله های حوادث تاریخی است. یعنی در واقع حوادث تاریخی به حکم ضرورت در این ساختمان جبری، در این ساختمان ضروری، از بعضی از مجاری با شدت و قوت و تراکم و ازدیاد بیشتری عبور میکنه. بنابراین ما خیال میکنیم که این شخصیت هست که در ناپولئون قوی است و او به اختیار خودش چنین شده است که بوده. روح عالم است به اختیار هگل، به اصطلاح هگل، که در هر موردی خودشون نشون میده بدون اینکه اون شخص مؤثر باشد در این جریان. قولی که به خود هگل نسبت میدهن که وقتی ناپولئون وارد آلمان شد و از شهری که او در اون ساکن بود عبور کرد، رو به تماشا ایستاده بود، ناپولئون رو میدید که از کوچه های شهر عبور میکند، گفت که امروز من روح عالم رو سوار بر اسب سفید دیدم. یعنی در واقع ناپولئون چیزی نیست جز اون دریچه‌ای که روح عالم از اونجا بیرون نگاه میکنه. هم اون نگاه کردن ضرورت داره و هم به صورت این دریچه نگاه در آمدن برای ناپولئون ضرورت داره. البته همین تعبیر رو ماتریالیست ها هم از تاریخ دارن، منتها به نحوی که ملایم باشد به اصول ماتریالیستی. در همینطور اسپینوزا به عنوان فیلسوف پانتئیست، که باز دیگه تفسیر دیگری خواهد داشت که من نمیخوام وارد این مطلب بشم. پس ملاحظه فرمودید که چگونه جبر علمی ایجاب میکند که ما اختیار رو نفی بکنیم. گفتیم سه مفهوم است که نفی میشود: امکان، تصادف و سومی اختیار. منتها توضیح قبلا عرض کردم بنده که وقتی امکان رو نفی میکنند به معنی متداولش نفی میکنند، به معنی دیگری که اون رو صحیح میدانند میپذیرند، و تصادف رو نفی میکنند به معنی خاصی نفی میکنند، به معنی متداول مردم به معنی دیگری قبولش میکنند. اختیار هم به همین معنی است، به معنی متداول، متداول اختیار، که انسان لااقل در بعضی از موارد میتواند اون چه میخواهد بکند و کاری که میکند به اختیار خودش میکنه و اگر میخواست میتونست جز اون بکنه، این رو نفی میکنند. منتها به معنی دیگری میپذیرند، یعنی تعویلش میکنند به ضرورت رو میپذیرند. حالا این تعویل چگونه انجام میگیره؟ یعنی چگونه اختیار رو برمیگردانن به جبر، به ضرورت؟ وقتی برمیگردانن میگوین اختیار چیزی نیست جز علم ما به وقوع حوادث، به این معنا که وقتی من مختارم در این که اینطور عمل بکنم که پیشبینی من از حوادث کامل باشه و به هر نسبت که کامل تر باشد به همون نسبت اختیار من بیشتر. من الان مختارم، یعنی به عنوان انسان، به عنوان بشر مختارم که در آسمان به پرواز درآیم، ولی انسان 200 سال پیش مجبور بود که در زمین راه برود. این اختیار رو چی برای انسان امروزی ایجاب کرده که انسان 200 سال پیش از آن محروم کرده بود؟ علم. یعنی به این معنا که انسان در جریان روابط علت و معلولی قرار میگیره، به اونها پی میبرد، وقتی پی برد میفهمد جریان وقوع حوادث رو، میداند که بر طبق چه قوانینی واقع میشود، و چون میداند که بر طبق چه قوانینی واقع میشود اون قوانین رو میتواند کشف بکند و ارائه بکند، قوانینی رو که بر اثر جهل او مجهول بود، غیر مکشوف بود. پس بنابراین
هر چه علم انسان بیشتر باشد، اختیار انسان بیشتر، آزادی انسان بیشتر. و به همین معنی است که هگل میگوید سیر طبیعت سیر به سوی آزادی است، یا سیر تاریخ سیر به سوی آزادی است، سیر به سوی اختیار. یعنی هر چه در تاریخ جلوتر میاییم و علم دقیقتر و بیشتر و قطعیتر میشود، همون اندازه اختیار هم بیشتر میشود. یه تعبیر دیگری هم که ارتباط داره با همین تعبیر این است که اختیار نتیجه جهل بشره. البته بهتر بگیم قائل شدن به اختیار نتیجه جهل بشره. یعنی وقتی من میگم به اختیار خودم کردم، وقتی است که علل وقوع اون حوادث یا علل انجام گرفتن اون کار بر خود من مجهول بوده باشه، من جاهلم، جهل دارم به این که بر طبق چه قاعده این کار واقع شده. چون جهل دارم نمیدونم، بنابراین میپندارم که به اختیار خودم کردم، چنین میپندارم که به اختیار من واقع شد. این به اون معنی است که من ندانم که چه عدلی اون رو اختصار کرد، ایجاب کرد. یعنی حالا یک کسی عصبانی شده و فحش میده، بد میگه، ناسزا میده، زمین و زمان رو به هم میزنه. منی که نمیدانم علل مؤثر در این طرز رفتار او، هم از علل ارثی، طبیعی، سابقه ذهنی، اقتصادی، اجتماعی چی بوده، چون محیط و اینها نیستم، بنابراین میپندارم که او به اختیار خودش چنین میکند. در واقع ناشی از جهل به علل است که کسی قائل بشود به اختیار اشخاص. پس ملازم فرمی که اختیار چگونه برمیگردد به جبر. ماتریالیست ها در این معنی اختیار یا در این نوانسی که در معنی اختیار به وجود میاد به این ترتیب تاکید زیاد میکنن، به این معنی که میگوین اگر امروز ما پیشبینی میکنیم، یعنی میگوییم که فلان کس به اختیار خودش اینطور میکنه، به این مناسبت است که علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، بهتر بگیم علم جامعه شناسی، هنوز به اون درجه از کمال نرسیده است که علل همه حوادث رو که حاکم است بر رفتار انسان تشخیص بده، پیش بینی بکنه. اگر یه همچو روزی، یه همچو وضعی پیش بیاد، به این پیش بینی به نحو کامل امکان پیدا بکنه، من این حرف رو نخواهم زد که این شخص به اختیار خودش این کار رو کرد. در این باره همون حرفی رو میشود زد که در مورد امکان و تصادف میزدن، مخصوصا در مورد امکان. یعنی وقتی میگی ممکنه بارون بیاد، چرا میگی ممکنه بیاد؟ برای اینکه علم هواشناسی ناقصه، هنوز به اونجا نرسیده که با علم قطعی دقیق ضروری بتواند همه ی حوادث رو چنون که هست پیش بینی بکنه. و چون با علم ناقص پیش بینی میکنه، با وسایل ناقص علمی پیش بینی میکنه، بنابراین میگه چند درصد احتمال میدهم که چند درصد هوا ابری باشد، یا چند درصد احتمال میدهم که چقدر باران بیاد. یعنی صحبت از امکان وقوع باران میکنم، نه از ضرورتش، به مناسبت اینکه جهل دارم به علل و عوامل. و اگر این علم قطعی بود، همونطور که کسوف به طور قطعی و ضروری پیش بینی می شود، این امکان معنی پیدا نمی کرد، مفهوم پیدا نمی کرد، به طوری که منجم کسوف رو به دقت پیش بینی می کند. چرا؟ برای اینکه نجوم جنبه ریاضی داره و ریاضیات علمش دقیق تره، ضرورت امور در اونجا بیشتره، یا حتی گاهی مطلق. پس در واقع اون چه ایجاب می کند که ما بگیم ممکنه یا به اختیار من واقع شد، جهل من است یا جهل نسبی من است به علل وقوع حوادث و امور. در این مورد باید بگوییم که اون چه باعث می شود که ما نتوانیم این عقیده رو از جمیع جهات بپذیریم، عرض کردم از جمیع جهات برای اینکه در بعضی از اوقات ما باید قبول بکنیم که خیلی از عقاید رو از خیلی از لحاظ باید بپذیریم، همینطور دترمینیسم را از جمعی جهات بپذیریم، یعنی لااقل در مورد انسان از جمعی جهات صادق ندانیم. چند چیزه که اهم اونها حکم حس و مشاهده است، حکم وجدانه، حکم خودآگاهیه. اجازه بفرمید یک کمی توضیح بدیم مطلب رو. البته قول میدم که این توضیح بیش از حد نباشد و کار ملال نکشد.
عرض کردم مسئله شعور یا وجدان یا خودآگاهی باعث می شود که ما در مورد صدق جبر علمی بر انسان یا شمول جبر بر احوال انسان، شمول ضرورت بر احوال انسان تأمل کنیم، در این حال که مطلقا ردش نمی کنیم. حالا منظورمون چیه؟ منظور این است که ما دو نوع تجربه داریم، یه تجربه خارجی که از طریق حواس اعمال می شود و ما رو از احوال اشیاء خارجی با خبر می کنیم، و یه تجربه درونی داریم که از طریق وجدان اعمال می شود و ما رو از احوال روانی خودمون یا از اون چه در درون ما می گذرد مطلع می کند. این چه مسلم است، این است که جریان احوال روانی یا به اصطلاح روانشناسی علمی بگیم جریان رفتار من در درون قبل از اینکه ظاهر بشه و صورت رفتار خارجی در بیاد مثل جریان طبیعی مکانیکی نیست، بلکه فرقی با اون داره و اون فرق این است که همراه با وجدانه، همراه با خودآگاهی است. در همون حال که من میترسم میدانم که میترسم و میدانم که چگونه میترسم و چرا میترسم و میدانم که بد میکنم که میترسم و میدانم که حق دارم یا حق ندارم که بترسم، و در مورد همه احوال دیگر همینطور. این ملازمت همه این احوال با خودآگاهی، با جریان، با جریان وجدانی، با خود اون چه بهش میتوانیم شعور بگیم. از راه این تجربه، چنین تجربه ای، من پی میبرم به این که در من چه میگذارد، چه میخواهم یا چه میاندیشم یا چه بر سر دارم که انجام بدم. و این در ماده بیجان نیست. وقتی این مطلب روشن شد برمیگردیم به اینجا که ما علمی، صفت علمی، معنایی که با لفظ علمی بیان می شود در کجا به کار می بریم این لفظ رو، این مفهوم رو یا این صفت رو؟ درست در جایی به کار میبریم که از طریق تجربه، به حکم تجربه، به اموری واقف بشویم که اون امور رو بتوانیم تعمیم نسبی بدهیم و به صورت قانون در بیاریم. در همین جاست که علم معنی پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه. علم نمیتواند متکی بر تجربه نباشد، یا علم نمیتواند خارج از اون چه تجربه حکم میکند حکم بکند. اگر تجارب ما متجدد بشود، فرقی نشون بده با اون چه قبلا نشون میداد، ناگزیر در قوانین علمی هم باید تجدید نظر بشه برای منعکس کردن اون چه تجارب جدید نشون میداد. علم نمیتونه فارغ از این معنی باشه. یکی از تجربه هایی که ما می کنیم تجربه از طریق وجدان در مورد احوال خودمون، در مورد اون چه در نهان ما می گذارد. این هم تجربه است، تجربه ایست که نمی توان صرف نظر کرد از اون. بنابراین وقتی که وجدان من، تجربه وجدانی من، تجربه درونی من به من نشون میده که در بعضی از موارد، در بسیاری از موارد حتی می تونیم بگیم خودمون رو مختار میدانیم، یعنی حس میکنم با حکم تجربه وجدانی که من مختارم یا به اختیار خودم عمل میکنم، به حکم علم نمیتوانم یک همچو تجربه رو کنار بگذارم، از یک همچو تجربه نمیتوانم صرف نظر بکنم، باید قبولش بکنم، باید به حساب بیارم این تجربه رو. به عبارت دیگه، یا باید بگیم تجربه وجدانی من اختیار رو به من نشون نمیده، یا اگر نشون میده باید قبول بکنم که اختیار دارم، و اگر بخوام
در این حال که تجربه وجدانی من نشون میده که اختیار دارم، اختیار رو کنار بگذارم، بگم با اینکه احساس اختیار در خودم میکنم با همه این مختار نیستم، در این صورت من علم رو فدای یک تئوری فلسفی به اصطلاح معمول پیش ساخته و از خود پرداخته کردم و اون تئوری این است که همه چیز تابع جبر است ولو تجربه من مختار بودن من رو داره مورد نشون بده. در واقع یک نوع پرژوژه است، یک نوع خروج از حد تجربه حتی قبل از تجربه است. تابع کردن تجربه نسبت به یک نظریه قبول شده است و همین مخالف روح علمیه. به همین جهت است که جبر یا علمی نیست، یا اگر علمی است در مورد اون چه وجدان با اون همراه هست، خودآگاهی با اون همراه هست، شمول قطعی نداره، صدق ضروری نداره. حالا ممکنه بگن واقعا از کجا که ما اختیار رو احساس میکنیم در خودمون؟ اینو قبلا در ابتدای عرایزم شاید عرض کردم، اینکه بگم شاید برای طول گشت این عرایز ممکن است که به یاد ندارم واقعا، میتوانید گوش بدید رو به یاد بیارید که گفتم یا خیر، گمون کنم گفته باشم. در دو مورد است که من احساس اختیار در خودم میکنم، به خدمتتون عرض کردم، قبل از عمل با تردیدی که نشون میدم، بعد از عمل با ندامتی که احساس میکنم. با تردیدی که نشون میدم که آیا انجام بدهم یا انجام ندهم، و بعد از عمل با ندامتی احساس میکنم که چرا انجام دادم. به این هر دو حاکی از این است که من در خودم احساس اختیار میکنم. بنابراین وجود اختیار در من محرزه، همونطور که وجود ترس در من محرزه، همونطور که وجود خشم در من محرزه، همونطور که وجود اندوه در من محرزه. به همه این احوال، ترس، خشم، اندوه، نگرانی، از کجا من حکم میکنم؟ اینا که امور ظاهری حسی نیست که رنگ داشته باشد به چشم ببینم، بو داشته باشد با شام من بکشم، صوت داشته باشد با گوشم بشنوم، حرارت داشته باشد با دستم لمس کنم، از این قبیل که نیست. از کجا پی میبرم و به قطع و یقین به حکم ضرورت میگویم که نگرانی حالتی است که واقعیت داره، وجود داره، اندوه حالتی است که واقعیت داره، خشم حالتی است که واقعیت داره، ترس حالتی است که واقعیت داره؟ جز به حکم تجربه درونی خودم، همون تجربه درونی که منو از وجود این احوال آگاه میکند. و چون به حکم تجربه درونی از روشون آگاه میشوم، دیگه نمیتونم کارشون بکنم. همون تجربه درونی منو از طور اختیارم به خودم آگاه میکنه. چرا؟ کجا؟ کی؟ به همون دلیل، در همون جا، در همون جهت که من خودم رو ملامت میکنم که این چه کاری بود من کردم، یا مردد میشوم که بکنم یا نکنم. بنابراین اون که محرز است این است که من در خودم احساس اختیار میکنم. این به حکم تجربه بر من روشن. حالا در اینجا طرفداران جبر یا شمول جبر علمی بر احوال انسان که منجر به نفی اختیار می شود چی می گویند؟ اونها همونطور که عرض کردم می گویند که حتی در موردی هم که من احساس اختیار در خودم می کنم، بازم مجبورم به حکم علل و عوامل ضرورتاً این کار رو میکنم، منتها اگر وجدان من، شعور من، اختیار من رو به من نشون میده، به این مناسبت است که به اون علل و عوامل واقف نیستم، عالم نیستم. البته این تحکمه، تحکم به این معنا که به منزله قبول کردن یک تئوری قبل از تجربه، یا لااقل تأمین یک تئوری قبل از تجربه به تجاربی که هنوز واقع نشده، و حتی اگر واقع بشود و خلاف اون تئوری رو نشون بدهد، باز من اون تئوری رو کنار نگذارم، بلکه این تجربه ها رو بگم درست نیست یا از نفس الامر حکایت نمی کنه. به همین جلسه میگیم تحکمه. تئوری اگر علمی باشه به حکم تجاربی اتخاذ میشه، قبول میشه. بعد تجارب دیگری وقتی به عمل میاد، اون تجارب اگر با تئوری قبلی صادق جور در نیاد، در چهار چوب اون تئوری نتواند
مفهوم پیدا بکنه، در اون تئوری باید تجدید نظر بشه یا حتی کنار گذاشته بشه گاهی، برای اینکه از تجربه ها نمیتوان صرف نظر کرد برای حفظ تئوری ها، و اگر این کار رو بکنیم خلاف روح علمیه. و حال که دترمینیست ها همین کار رو میکنن، یعنی در همون حال که تجربه به انسان نشان میدهد که به حکم تردیدش، به حکم ندامتش اختیار رو در خودش احساس میکنه، تجربه میکنه، از تجربه صرف نظر بکنه، برای اینکه اون تئوری که همه چیز تابع جبر علمی است، حتی احوال انسان، اون تئوری همیشه درست بماند. همین است که میگیم تحکمه، یعنی خلاف روح علمیه. اون چه جبر علمی نامیده میشد در واقع جنبه علمی ندارد. وقتی جنبه علمی ندارد پس چیست؟ باید بگیم یک فلسفه است، یعنی یک نظریه است که تصدیق شده، و البته انسان آزاد است در قبول این نظریه مثل همه نظریه های دیگه. اگر به این صورت قبول کنیم، یعنی دترمینیسم رو به عنوان یک نظریه فلسفی بگوییم که انسان اون نظریه رو قبول میکنه و کسی دیگه هم میتونه اون نظریه رو قبول نکنه، حرفی درش نیست، شکی درش نیست، اما در این صورت حق نداریم بگیم این مطلب جنبه علمی داره، چون به همون دلیل که عرض کردم جنبه علمی نداره. به حکم علم قبولش تحمیل نمی شود، چون علم بر اساس تجربه است و تجربه خلاف اینو نشون میده. و اگر ما بگیم ولو تجربه خلافش نشون بده، ولو تجربه از وجود اختیار در من حکایت بکنه، باید کنارش بگذارم برای که اون تئوری صحیح بماند، در واقع یک نظریه پیش ساخته، پیش پرداخته ای رو بر خودم و بر دیگران تحمیل کردم به نام علم، و البته مسلم است که این با علم منافات داره، بس نمیتونه جبر علمی باشه. جبر علمی درسته تا حدودی که تجارب تاییدش میکنه، یعنی در احوال ماده بیجان. حتی در احوال ماده بیجان هم اگر میکروفیزیک، همونطور که بعضی از فیزیسیان های قرن بیستم اروپا حکایت کردن که اونجا هم میتونین محلی برای تخلف از ضرورت وقوع حوادث در الکترون ها بیابیم، که من فعلا کاری به اون ندارم چون اهلش نیستم، در زمینه کار من نیست و باید بگم که نمیدانم، و چیزیم که نمیدانم و به سرزن نمی کنم، با صرف نظر از اون چی میکروفیزیک در قرن بیستم نشون داده و با قبول این که میتونیم اون رو کنار بگذاریم، در فیزیک جبر علمی رو صحیح میدونیم، اشکال هم بیش نمیاد. چرا؟ برای این تجربه ها اون رو تایید میکنه. البته اگه تایید نکنه یا حرفهای فیزیسیان های قرن بیستم در میکروفیزیک درست باشه، اونجا هم صرف نظر میکنیم، چون اگه صرف نظر نکنیم باز به حکم علم حرف نزدیم. اما در روانشناسی، در جامعه شناسی، یعنی در اون چه مربوط به حیات انسانی است، در اون چه ارتباط به اوضاع و احوال بشری دارد، مواردی هست که جبر علمی صادقه، مواردی هست که صادق نیست، و در اونجاست که انسان احساس اختیاری در خودش میکنه، اون احساس رو معتبر میگیره و باید هم معتبر بگیره. این موارد کدوم موارده؟ موارد اخلاقی است که اختیار با اخلاق ملازمت دارد. اختیار قبل از همه چیزی که مفهوم اخلاقی است. ملاحظه فرمودید که قبول نظریه جبر علمی در مورد انسان و شامل دانستن این نظریه بر احوال انسان و اینکه ما احوال انسان رو تابع حکم جبر یا تابع حکم ضرورت علمی بدانیم، تابع صدق ریجید، روز می خواهد به کار بردن کلمه فرنگی ولی بهتر از هر کلمه دیگری بیان میکنه و در گفتن میتونیم بگیم برای در نوشتن نتونیم بنویسیم، شمول ریجید، صدق ریجید جبر علمی در مورد احوال انسان، یعنی صدقه قابل تخلف، قطعی این نظری در مورد احوال انسان، این رو اگر ما قبول بکنیم ولو تجربه خلافون رو نشون بده، بازم اون رو نگه داریم و بگیم این تجربه هاست که باید طوری معنی بشه، طوری تعویل بشه که اون نظریه همونطور که ما در نظر گرفتیم درست بماند، در واقع چکار کردیم؟ در واقع ما نظریه ای رو اختیار کردیم،
بدون اینکه بر ما به حکم علم تحمیل شده باشه. در این ملاحظه می فهمید که چطور حتی قبول جبر علمی خودش یک نوع اختیار، یعنی کسی که قائل به جبر علمی است نظریه رو اختیار کرده، چون این نظریه به حکم تجربه بهش تحمیل نشده، چون تجربه وجدانی خلاف این رو در انسان نشون میده. با وجود این خلاف این رو نشون میده میپذیرنش، بنابراین چیکار کردن؟ اختیار کردن. همونطور که شخصی میگه من این راه رو اختیار کردم در زندگی، ولو اینکه حوادث یا تجارب ما در مورد حوادث یا رأی دیگران در مورد حوادث خلاف این رو نشون بده، من از همین راه بناس برم. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو مختار میدانم در اختیار راه و رسم خودم، ولو اینکه به نظر دیگران درست نیاد، من همین رو درست میدانم و دیگری هم حق داره راه و رسم دیگری رو درست بدونه. اینجا هم همینه، کسی که قائل به جبر علمیه میگوید من این نظریه رو اختیار کردم، مصادف شدم با تجربه هایی در روانشناسی یا جامعه شناسی که خلاف اینو نشون میده، اون تجربه ها رو میگم درست نیست یا قابل تعدیل کرد تا این نظریه صحیح بمونه، صادق بمونه. یعنی چی؟ یعنی این اختیار شده منه ولو تجربه غیر از این نشون بده. من تجربه ها رو پس میزنم، کنار میزنم، برای اینکه نظریه‌ام به حال خودش بماند، معتبر بماند. پس ملاحظه فهمید که چطور خود جبر علمی اختیار بشره، یعنی در واقع در این مورد هم باز اصل اختیار. البته کسی که سلسله ارزش هاش رو به طرز معینی اختیار میکنه، سلسله ارزش ها رو که از خصوصیات انسانه و جا دارد که وقتی هم بحثی راجع به سلسله ارزش ها بشود در فلسفه انسان، وقتی سلسله ارزش هاش رو انتخاب میکنه به ترتیب خاصی منظم این ارزش ها رو، سلسله مراتب ارزش ها در جریان معینی قرار میگیره برای یک فرد انسان، در اونجا سلسله امور طوری تنظیم میشود که جا برای جبر علمی باشد. مثلا فرض فرمید پیروان هگل همین کار رو کردن، سلسله ارزش ها رو بر طبق فلسفه خودشون طوری در نظر گرفتن که باید همه چیز با جبر تطبیق بشود و جبر هم در اون مورد محل مناسب خودش رو پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه یکی از اجزاء سلسله ارزش هایی است که خودش اختیار شده، و البته سارتر میتوانه سلسله ارزش ها رو طور دیگری اختیار بکند و در اونجا اختیار برای خودش محلی داشته باشد در مقابل جبر. پس بنابراین ملازم میفرمید که خود جبر علمی نظریه است تابع اختیار و انتخاب انسان از سلسله ارزش ها به صورت معین. بنابراین باز میبینیم که در اون چه مربوط به انسان است اختیار اصالتی دارد. البته خدمتتون عرض کردم که این اختیار بیشتر در مورد امور اخلاقی است، در مورد اخلاق است که اختیار اهمیت داره. در اصل یک معنی اخلاقی است، یک امر اخلاقی است. همه احوال انسان اختیاری نیست. اونجا که پای اختیار یعنی پای مسئولیت به میان میاد، اختیار مفهوم پیدا میکنه و لازمه هم دیگره، مسئولیت اختیار. و چون مسئولیت امر اخلاقی است، اختیار امر اخلاقی است. چرا من مرددم برای خودم رو مسئول میدانم، چرا من نادمم برای خودم رو مسئول میدانم، و ترک اختیار در واقع به منزله ترک مسئولیت. به همین سبب کسانی که قائل به جبر علمی هستن برای مسئولیت هم یه نحوه تعبیر خاصی ناچار شدن بپذیرن، برای اینکه در سلسله ارزش ها بتواند، سلسله ارزش های اختیار شده بتواند مسئولیت در اون جای مخصوصی برای خودش محل پیدا بکنه. حضرت ولی امر الله در یکی از بیانات شفاهیشون که در کتاب گوهر یکتا نقل شده، از جمله علل مفاسد و مکاره دنیای جدید، یکی هم شیوع این نظریه رو میدانن که همه چیز حتی در احوال انسان به قدری تابع علل و عوامل است که انسان احساس مسئولیت شخصی خودش رو کنار گذاشته. یعنی به این صورت در آمده است که امروز وقتی کسی کار بدی می کند، قبل از همه روانشناس، قبل از همه جامعه شناس می خواد این کار بد رو
ببرد، مربوط بکند به علل و عواملی که حاکم بوده بر زندگی اجتماعی و حالات روانی او و توجیهی برای اون پیدا بکنه و در نتیجه اشخاص در وضعی قرار میگیرن که میگن هر چی ما میکنیم معلول جبری وضع ضروری خودمونه. دیگه اون همتی که خودش رو بتکاند و بگوید من بودم که کردم و من بودم که بد کردم و من بودم که میتوانستم نکنم، بنابراین منم که باید پاک ریزم و بعد یه کنار بزنم، از بین میره. در واقع سلب جنبه والای همت انسانی از انسان میشود و به همین سبب است که هر قدر هم این مطالعات علمی پیشرفت میکنه، پیچیده تر میشه، کمپلیکه تر میشه، قادر به رفع مفاسد و مکاره اخلاقی نمیشود. چرا؟ برای اینکه اراده مختاری که خودش رو مسئول بدی میدانست با همین عقیده ازش گرفته میشه. وقتی گرفته میشه، بنابراین او خودش رو مثل یه پیچ و مهره ماشین در میاره و تلقی میکنه. در همین جاست که این نظریه هم مثل نظریه داروینیسم بیشتر از اون لحاظ که نتایجی میدهد شأن انسان رو پایین میاره و سلب جنبه متعالی انسانی رو از اون میکنن، از اون لحاظ مورد توجه ماست و الا اصل مطلب زیاد چیزی نیست که مربوط به بحث روحانی باشه. مقام انسان به این صورت تغییر میکنه، یعنی انسان به صورتی در میاد که در واقع جنبه مکانیکی وجودش که اون هم هست و از یکی لحاظی هست مهم میشه، اصیل میشه و تحت شعاع قرار میده همه جنبه های دیگر زندگیشو و در همین جاست که اخلاق فدا میشه. و چون دیانت قبل از همه چیز عامل اخلاقی است، بنابراین اجازه انحطاط شأن اخلاق رو نمیتواند به نوع انسان بدهد. الله اعلم.